سلام میکنم خدمت یکایک بینندگان برنامه به وقت بیداری و برنامه خودتان خوش آمدین. خدا را شاکر هستم که در خدمت شما دوستای عزیز و علاقمندان برنامه به وقت بیداری هستم. خب در شروع برنامه مناجاتی توسط کربلای یوسفی خوانده شد. امید دارم که کمال استفاده را از مناجات برده باشین. خب روز عرفه و به تمامی شما دوستان عزیز و تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم و همینطور فرارسیدن شهادت مظلومانه حضرت مسلم بن عقیل تسلیت عرض میکنم به تمامی علاقمندان و عاشقان اهل بیت. خب با برنامه به وقت بیداری با موضوع عرفه و شناخت وظایف در خدمت شما و همینطور کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی هستیم. از ایشان میخواییم که سلام احوال پرسی که شما دوستای عزیز داشته باشه تا برنامه را شروع کنیم. بسیار خوش آمدین و برنامه خودتان حاج آقا با دوستای عزیز یک سلامی داشته باشین تا برنامه را شروع کنیم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و روز عرفه را تبریک عرض میکنم و همچنین شهادت جناب مسلم ابن عقیل تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بهترین طاعات و اعمال را مرحمت کند و این مطالبی که در این جلسات مطرح میشه نافع به حال خلق خدا باشد انشاءالله. خب آقا روز عرفه است، ما در رابطه با فضیلت های روز و شب عرفه گپ بزنیم. چه فضیلت هایی داره و چه خوبی هایی این روز عرفه داره که ما میتونیم کمال استفاده را از این روز داشته باشیم و از این روز و شب؟ بله، خب در ایام سال خداوند سبحان به خاطر یک سری لطف ها و کرم هایی که در برخی از ایام میکنه، پاره از اوقات یک ویژگی های خاصی داره. بله، یکی از اوقاتی که بسیار سرآمد هست شب و روز عرفه هست. بله بله. یعنی شب نهم و روز نهم از ماه ذی‌الحجه. ما به قسمتی از عظمت این شب و روز اشاره میکنم که خب چون مطالب دیگری هم دوست داریم که انشالله اشاره بشه. مختصرا در ارتباط با فضیلت شب عرفه در روایات آمده که از شبهای بسیار مبارک هست. بله. بسیار خداوند در این شب برکت و عنایت داره به بندگان خودش، به خلق خودش. توبه در این شب قبول هست. تقریبا شبیه به ویژگی های ماه رمضان را داره. بله. که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که توبه در این ماه قبوله. این شب یک رنگ و بوی ماه رمضان را داره. بله. توبه در روز شب عرفه مورد قبول شب و روز عرفه بر دعا مستجاب است. پس عزیزانی که من خودم عرض میکنم به درگاه خداوند توبه کنیم و از گناهان خود پاک بشیم. خواسته هایی که از خداوند داریم، چه خواسته های مادی چه خواسته های معنوی، از خداوند طلب کنیم. از خداوند برای جوان ها دعا کنیم، برای امنیت دعا کنیم، برای عافیت، عاقبت به خیری و در رأس همه حاجت ها بر فرج امام زمان و سلامتی حضرت دعا کنیم. بله. عبادت در این شب بسیار تاکید شده. گفتن اگر کسی در این شب عبادت بکند برابر با 170 سال عبادت حساب میشه. یعنی یک شب فرض کنید 100 200 به عبادت خدا مشغول بشه برابر با 170 سال گویا که عبادت کرده. در این شب اعمالی هم ذکر شده. یکی از اعمال این شب دعایه. خب دعاهای در کتابهای شریف مثل مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قومی نقل کردن، اونا رو بخوانن یا هر دعایی که دوست دارن بخوانن، شب بسیار عزیزیه. یکی از اعمال در شب عرفه
زیارت امام حسین علیه السلام هست و این نکته را من اشاره میکنم، دوستان دیگر هم اشاره کردن، خود بیننده هم محترم متوجه میشن که در اغلب یا بگیم همه مناسبت های مذهبی، چه شادی چه غم، یکی از اعمال او زیارت امام حسین است. یعنی امام حسین مثل یک نخ تسبیح در داخل تمام این مراسم ها و مناسبت ها وجود داره و از اعمال او زیارت این امام بزرگواره. اگر کسی موفق بشه در شب و روز عرفه به خود کربلای معلا تشریف ببره که خوشا به حال او، و اگر عزیزانی که توفیق ندارن مثل بنده از راه دور السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، خداوند همون ثواب ره عنایت میفرماید. بله روز عرفه هم باز بسیار عظمت داره. حتی برخی مرحوم شیخ عباس قمی میگن که جا داشت که از اعیاد اسلامی محاسبه بشه. بله. هرچند که نام او به جمله اعیاد برده نشده. در این روز گفتن خداوند بندگان خودش به عبادت خودش فرا خوانده بندگانه. در این روز خداوند سفره های احسان خودش برای بندگان خودش پهن کرده. دقیقا شبیه ماه رمضان که درهای رحمت خدا باز هست به سوی بندگان. در این روز شیطان از تمام زمانها حقیرتر، خارتر و غضبناکتره، چون گروه گروه بنده ها بخشیده میشن روز توبه و استغفاره. یه وقتی حضرت سجاد علیه السلام در این روز دیدن که یک فردی بنده خدایی مسکینی از مردم درخواست و کمک میکرد، سائل بود. امام فرمودن بنده خدا در این روز که درهای رحمت خدا بازه میتونی با یک دعا زندگی خودت عوض بکنی؟ بله. امروز دیگه حداقل از در خانه خدا، این روز روزیه که حتی امام فرمودن برای فرزندان و بچه هایی که در شکم مادرهای خودشان هستند، اونو به دنیا نیامدن، برای اونها امید هست که سعادتمند بشن و رحمت خدا شامل حالشون بشه. لذا امروز دیگه از خدا طلب کن. و این نکته هم خیلی زیبا بود، حضرت فرمودن که اگر کسی حتی شقی هم باشد، این روز جا داره که از خدا ما اگر خواسته باشه، خداوند اسمش از جمله اشقیا پاک میکنه و در جمله سعدا و خوشبختان و عاقبت به خیرا نوشته میشه. این در روایات داریم که امکان تغییر به دست خداوند هست به شرط خود بنده این زمینه رو فراهم کنه. در روز عرفه هم اعمال ذکر شده، یکی از اونها غسله. مثل غسل ها همه یک رقمه، فقط نیت اونها فرق میکنه. نیت غسل روز عرفه، یکی از اعمال امروز زیارت امام حسینه که اشاره کردیم. اقرار به گناه انسان در برابر خداوند، نه در برابر انسان ها، در برابر خداوند به تقصیر خودش اعتراف کنه، خدایا او رقمی که من باید بندگی میکردم نکردم، از تو خدای بزرگوار من شرم و حیا نگردم، گناهانی از زبانم، از دستم، چشمم صادر شد، من از شما، از جناب شما عذر خواهی میکنم و طلب بخشش میکنم. ای از اعمال روز عرفه هست. به زبان ساده با خدا دوستانه صحبت کنیم. من. با خدا مثل یک دوست و از خداوند عذر خواهی کنیم. خداوند بخشنده و مهربانه. یکی از اعمال روز عرفه که خیلی تاکید شده دعا هست. بسیار تاکید شده که دعاهای به فارسی، به زبان خود، و دو تا دعا هست که اینها خیلی بروز و نمود داره. یکی دعای وجود مقدس امام حسین در صحرای عرفات و یکی هم دعای امام زین العابدین حضرت سجاد در دعای 47 صحیفه سجادیه. آقا من قبل از اینکه وارد مبحث دعا شویم و در رابطه با جایگاه و فضیلت های دعا در این روز و روزهای دیگر صحبت کنیم، یک سوال مطرح شد. شما بین گفتن گفتین که مثلا در این روز، در روز عرفه، خداوند حتی اگر کسی از اشقیا هم باشه میتونه مثلا توبه کنه در درگاه خدا، با اسمش خداوند از اشقیا لیست اشقیا پاک میکنه و در لیست صالحا نوشته میکنه. خب حالا این سوال برای من پیدا شد که این چه رقم، مثلا من به عنوان یک آدم، من خودم میگم به عنوان یک آدم، هر رقم گناه که دلم شد
انجام بدم. بعد خدا تمام گناه ها رو نادیده میگیره در این روز و مرا مثلا از او مثلا توبه مرا یا او گناه مرا میبخشه، شاد حق مردم را خورده باشم، شاد خون یک بنا حق ریخته باشم، شاد مال کسی را برده باشم، شاد هزاران گناه دیگر را انجام داده باشم، یعنی گناه های کبیره انجام داده. وقتی که صحبت از اشقیا میشه، منظور که کسی که گناه های کبیره، گناه هایی که واقعا ضرر میزنه به جامعه، به خودش، به کسی، و او آدم مثلا جمله اشقیا قرار میکنه، اینها همه بخشیده میشن. بله، سوال خیلی خوبی فرمودید. جوابش به این رقم گفته شده که ما دو رقم گناه داریم. بله. یک گناهانی هست که حق الناسه. بله. یک گناهانی هست که حق اللهه. او گناهانی که حق اللهه، فرض کنیم من نگاه حرام کردم، خدایی نکرده، با پدر خود بد صحبت کردم، با مادر خود بد صحبت کردم، با همسر خود تندی کردم، گناهانی که از نظر اخلاقی، از نظر حلال و حرام گویی کوتاهی کردم، اینا را خداوند حق خودشه میبخشه. یک شرط البته داره. شرط او چیه؟ ترک گناه دیگه. آفرین. گناه نشود. نسبت به آینده تصمیم جدی داشته باشه که دوباره به سمت گناه نرود. اما اونهایی که حق الناس، خب شرطش اینه که اگر از کسی مال ضایع کرده، دو تا راه داره: یا از او حلالیت بطلبه اگر وجود داره، یا از ورثه او، و اگر راضی نمیشه و فردم مشخص هست، او حقش به او برسانه، به ورثش برسانه، به نحوی از او حلالیت بطلبه. اگر خونی ریخته، به ورثه او، به ولی دم خودش معرفی کنه، اگر اونا قصاص میکنن یا میبخشن. بنابراین باید کوتاهی های خودش رو جبران کنه. پس او گناه هایی که انجام داده باید جبران شد. همین تو مثلا، خب من با تمام گناه هایی کردم پیش درگاه خدا مثلا زاری زاروا کنم که خدای من رو ببخش، همین تو بخشیده نمیشم. پس جبران او گناه ها و او ضرر ها و او زیان هایی که برای دیگه کسا رسانده، باید او جبران ها شود تا این توبه ما در این روز قبول باشه. خیلی خوب. در رابطه با دعا گپ می‌زدیم آقا، فضیلت های دعا، فقط دمی ماه این فضیلت های وجود داره یا در تمام روزهای دیگه هم هست؟ و این جایگاه دعا اصلا در زندگی ما در کجا قرار داره؟ بله، من این تکمیلنم نسبت به این صحبت قبل شما یک اشاره خیلی مختصری بکنم که حتی اگر مثلا برخی از حقوق الله هم هست که اینا قضا هست، بله، اینو قضاش باید انجام بدن. فرض کنی اگه نماز نخونده باشیم، بله، نماز رو انشالله کم کم قضا بکنه، روزه نگرفته کم کم قضا بکنه، به شرط جبران و به شرطی که انشالله دیگر به سمت تو بر نگرده تا به قبول میشه. یک داستان کوتاه عرض بکنه. یک بزرگواری، من برای معروفی بیننده شاید بشناسن، میگفت که وقتی من جای صحبت کردم، یک عزیزی اومد گفت آقا من از صحبت شما خیلی متاثر شدم و توبه دوست دارم بکنم، ولی از مردم خیلی حقوقی برگردنم هست، شما حاضرین با من برین؟ من میشناسم کیا بودن که از اونا چیزی سرقت کردم یا ضایع کردم، راضی بشن. گفتم بله، من حاضرم با شما برن در هر خانه یا دکانی که شخصی هست، از او طلب کنیم شما را ببخشه. میگه با این شخص رفتم در مغازه های مختلف، خانه های مختلف، اشخاص مختلف، برخی از اونا میبخشیدن، میگفتن حالا که تو توبه کردی ما هم میبخشیم، برخی میگفتن بعدن داشتی بیار، برخی میگفتن که بعدن فکر میکنیم باز اینجوره. خلاصه دست آخر گفت که یک نفر دیگه مونده. گفتن که او خود شمایی، خود شماست، او شبی که فلانجا بوده، او تایرای ماشین شما رو ما واکردم. حالا به هر حال باید جبران بکنم، جبران گناه باید باشد، باید باشد. اما نسبت به اهمیت دعا، چنانچه فرمودین دعا در همه اوقات خداوند سبحان امر فرموده و یک کار بسیار مطلوب هست. ما در روایات داریم که خیلی از دعا به عظمت یاد شده، مثلا در یک دعای از حدیثی از وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودن افضل العباده الدعا، برترین عبادت دعا هست. یا باز فرمودن الدعا مخ العباده، دعا کردن مخ عباده است. مخ لغوی ها گفتن به معنای اصل و کل شی و خالص او، اصل هر چیزی، خالص هر چیزی میگن مخ. بله، گاهی میگم به مغز انسان هم میگن مخ، به عقل میگن مخ.
به اون مغز استخوان هم میگن مخ. پس خالص هر چیزی، اصل هر چیزی میشه دعا. مخ و اصل عبادت و ریشه و اساس دعا، عبادت همون دعا هست. خدا نماز هم که میخوان در حقیقت دعا دعا میکنه. بنابراین باز پیامبر فرمودم که اذا اذن الله بعبد لعبده فی الدعا فتح له بل باب الاجابه. وقتی خداوند به کسی اجازه دعا میده و او توفیق دعا پیدا میکنه، پیشا پیش خداوند درهای اجابت ره به سوی او باز میکنه. در قرآن کریم هم داریم که قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم. اگه دعای شما بنده ها نباشه، خدا او رحمت های ویژه خودشه و سفره های کرم خودشه، به نحو خاص به شما نمیده، باید از خداوند درخواست کنه. اما یک نکته خیلی مهم هست، همیشه این حالت هست، شب روز دعا در جمعه شنبه ایام سال، هر لحظه و هر ثانیه هر وقتی که دلت شد میتونی دعا کنی و این فضیلت و این فضیلت ها که فرمودین وجود داره. وجود داره، اما در برخی از ایام و زمان ها این فضیلت هزارها برابر میشه، تاکید او فراوانتر میشه. مثلا در یک روایت داریم که وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. پروردگار شما، خداوند مهربان شما، در ایام در، نه در روزگار در سال، یک روزهایی دارد نفحات رحمت خودش به نحو ویژه عنایت میکنه. او روزها را که در کردین الا فتعرضوا لها یا فترصدوا لها، خودتون در معرض اون نسیم های رحمت خدا در روزها قرار بدین، در ایام که از او ایام همه شب و روز عرفه است. خب آقا، یک میان برنامه دوستا و همکارای ما آماده کردن، یک میان برنامه رو با هم سعی کنیم، باز برمیگردیم و در رابطه با موضوعات که مطرح شده صحبت بکنیم. خب دوستای عزیز، یک میان برنامه سعی کنیم، باز برمیگردیم. یا صاحب الزمان شود آیا که شبی بر دل من یار شوی، یار این خسته غم دیده بیمار شوی. سینه غم زده ام بهر تو سوزد همه شب، دل من آب شده کی تو پدیدار شوی. با کلافی بنشستم سر بازار رخت، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شدی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید، شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی. اللهم عجل لولیک الفرج. بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه به وقت بیداری با موضوع عرفه و شناخت وظایف در خدمت شما دوست عزیز و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رمضانی هستم. خب حاج آقا، در رابطه با وظایف روز عرفه و چه وظایفی ما در این روزها داریم و اصلا کلا چه وظایفی بر عهده ما، حالا غیر از روز عرفه هم حتی میتونه باشه، بر عهده ما است؟ خب این سوال بسیار اساسی و کلیدی هست، یعنی هر انسان باید از خودش بپرسه که من به یک عنوان یک انسان، به عنوان یک مخلوق و به عنوان خلیفه خدا در زمین چه وظیفه دارم در برابر خداوند متعال، در برابر انبیا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این وظیفه مختص یک مثلا روز عرفه یا ماه مبارک رمضان یا ماه محرم یا اعیاد و
ماهای دیگه مثلا روزهایی که خاص نیست، این وظیفه باید در هر دقیقه و هر لحظه، همونجور که ما در رابطه با دعا گپ زدیم که هر لحظه ما میتونیم دعا کنیم، پس در ماهای دیگه و در هر زمان و هر مکان ما یک وظایف داریم و با اون وظایف باید بپردازیم. درسته؟ کاملا درسته. و اتفاقا باید از خداوندم درخواست بکنیم بله. که خداوند ما را به وظایفمان آشنا بسازد. خب خیلی وقت متاسفانه انسان غفلت میکنه، از وظایفی که داره غفلت میکنه. ارتباط ای بحث، این سوال شما رو میخوام اشاره بکنم به ای که یک ارتباطی هم بروز عرفه داره، که یکی از جنبه هایی که عرفه عرفه نامیده شد به همین جهت عرفان و معرفت وظیفه هست. بله. در روایت داره که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام در صحرای عرفات، جناب جبرئیل مناسک حج خداوند به جبرئیل امر فرمود که به ابراهیم ارائه بفرماید، و حضرت جبرئیل به جناب ابراهیم علیه السلام وقتی مناسک را ارائه فرمود عرض کرد که ای ابراهیم اعرف مناسکک، مناسک خودت بشناس، اعمالی که در این سرزمین انجام میدی اینها هستن، اینها را بشناس. پس لذا فرمودن سمیت عرفه، به او روز گفتن عرفه، چون روزی که انسان به مناسک و اعمال خودش آگاه میشه. خب ما در وظیفه‌ای که نسبت به خداوند، خلق خداوند، خودمان حتی داریم، چه کار باید بکنیم؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ اتفاقا یک حدیث بسیار مشهور، زیبا و جامعی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست که وقتی زراره خدمت امام صادق رسید، آقا فرمودن که یک زمانی میرسه که امام معصوم از بین مردم غائب میشه، غیبت و طولانی میکنه، و او زمان خیلی بر پیروان اهل بیت، بر دوستداران امام سخت نگذره، گرفتاری هایشان بسیار زیاد میشه. ای گفت که اگر ما او زمان درک بکنم چه کار بکنم، یعنی وظیفه ما در او زمان چیه. آقا فرمودن که اگر او زمان درک کردی این دعا را زیاد بخون. فرمودن که ان ادرکته ذالک الزمان فعدم هذا الدعاء، ادامه بده، پیوسته در دعای دست، در سجده، در راه میری این دعا رو بخون. اللهم عرفنی نفسک، از خداوند طلب کن، خدایا خودت به من بشناس، من تو رو بشناسم، او رقمی که تو دوست داری بشناسم، یعنی معلم به من معرفی کن، راه معرفی کن، کتاب معرفی کن، چون به دست توئه. دل یک کس مهربان کن که به من تعلیم بده، یک کتاب خوب نصیب من بشه، یک معلم. اگر واقعا خالصا لله آدم خواسته باشه، خداوند برای او راه های خودش مهیا میسازه. اللهم عرف نفسك، چره؟ فإنك إن لم تعرف نفسك لم أعرف رسولك، چون اگر من خدا را خوب نشناسم پیامبر را نمیشناسم، چون او خداوندی که رب العالمین هست حتما برای ارشاد انسان ها اونا را رهانه میسازه، پس پیامبر میفرسته. یعنی رسالت و فرستادن انبیا از شاخه های ربوبیت خداونده. اللهم عرفنی رسولک، بعد این دعا را بخون. فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدایا به من رسول خودت بشناسان، یعنی من در عصر غیبت پیامبر درست بشناسم. ما میگیم پیامبر آخرالزمان، ولی اون صفاتی که در پیامبر هست، ویژگی هایی که پیامبر داره، اخلاقیات پیامبر، اعتقادات پیامبر، مقام و جایگاه پیامبر بشناس. چرا؟ فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف حجتک، اگه پیامبر نشناسم حجت نمیشناسم، چون او پیامبری که خداوند فرستاده، او پیامبر انسان ها رو به حال خودش رها نمیسازه، حتما حجت بعد خودش مشخص میکنه. خب حالا حجت چرا حجت بشناسم؟ فإنک اللهم عرفنی حجت، که از خدا بخوا خدای به من حجت و امام معصوم خودت به من معرفی کن. فإنک إن لم تعرفنی حجت که ضللت عن دینی، اگر من حجت نشناسم از دینم گمراه میشم. او امام حجته که به من دین معرفی میکنه. پس ما در عصر غیبت این سه تا وظیفه رو داریم: خدا رو خوب بشناسیم، پیامبر رو خوب بشناسیم، امام خوب بشناسیم،
که شناخت امام شناخت دین هست. وقتی دین شناختیم به دین عمل کنیم. این میشه وظیفه امام در حد توان خود. این 4 تا نکته در دعای 47 صفحه سجادیه امام سجاد در روز عرفه خیلی زیبا از خدا خواستن و خیلی زیبا خدا رو معرفی کردن، پیامبر رو معرفی کردن، امام رو معرفی کردن، امام زمان رو معرفی کردن و وظیفه انسان رو بعد از این شناخت ها حضرت بیان کردن. من به اندازه که فرصت جاری هست و وجود داره بیان میکنم، ولی این دعا رو دوست دارم که هم خودم اگه توفیق پیدا کنم هم بیننده های محترم به عنوان یک درس نامه ای دعا رو انشالله بخوانم. 47 صفحه سجادیه. یک مقدار البته طولانی هست، ولی خب اگر یک بار نشد به 2 بار به 3 بار بخوانن، مثل یک کتاب مطالعه کنن. خب ترجمه هم داره، اگر اونایی که عزیزانی که عربی متوجه نمیشن ترجمه شو بخوانن بسیار زیبایی. بخش اول که تقریبا نیمی از دعا هست معرفت خدایه. من چند جمله اشاره میکنم. این رقم خدا رو بشناسیم. امام سجاد این رقم به ما خدا رو معرفی کرده. این وظیفه ما در عصر غیبته. الحمدلله رب العالمین. یک، خدا رو به عنوان رب العالمین بشناسیم. یعنی تمام عالم در تحت تربیت خداونده. تربیت خداوند یا طبیعیه، تکوینیه، جریان آب، جریان ماه، جریان خورشید، جریان زمین، ای ابر و باد و ماه خورشید پر در کارن، اینا تحت ربوبیت خداوند. به خود نمیگردن اینا. این نظم عالم، شب میشه، روز میشه، فصل میشه، تابستان باران میباره. 2، غریزی حیوان ها، این به بچه خودش شیر میده، جمع میکنه، از خود دفاع میکنه، غذای خودش تهیه میکنه، این زنبور عسل چه رقم عسل میسازه، اینا غریزی. یا ارشادی و عقلی و به تعبیر تشریعیه که مثل انسانها پیامبر میفرسته، عقل داده به اونها. پس تمام عالم در تحت ربوبیت خداونده. فرمود الحمدلله رب العالمین آغازی داست. خالقیت خدا به عنوان خالق همه عالم بدانیم. فرمود اللهم لك الحمد بدیع السماوات والارض. بدیع یعنی بدون نقشه قبلی. انسانها وقتی یک ساختمان میسازن، وقتی یک نقاشی میکنند، یک تصویر قبلی در ذهن خودشان دارند. خداوند بدون سابقه، بدون نقشه قبلی بدیع ایجاد فرمود. صفات جلال و جمال، آنچه همه صفات خوب هست در دعای جوشن کبیر 1000 تا صفت داریم، اینا را اجمالش فرمودن. خداوند این صفات همه خوبی ها را داره. ول جلال ول اکرام، الوهیت خدا، خدا معبود است. در برابر غیر خداوند نباید به عنوان معبود در پیشگاه غیر خداوند سرخم کنیم. معبود و مستحق پرستش فقط خداوند متعال. فرمود اله و کل معلوه. بقا مختص به خداست. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که باقی است فقط خدا خواهد بود. فرمود وارث و کل شی، همه از این دنیا میریم منتقل میشیم به عالم بعدی و وارث تمام اینها خداوند است. نفی تشبیه، خدا رو به چی تشبیه نکنیم. حتی اگر گاهی گفته شده الله و نور و سماوات برد، خدا نور است، نه مثل نور خورشید یا نور یک مهتابی، نه، نور یعنی هادی، هدایتگر است، رهنماست. پس هیچ تشبیه نمیشه، نه تشبیه کنیم به نور، نه تشبیه کنیم به روح، نه تشبیه کنیم به یک شیء لطیف. نه، خداوند تشبیه نمیشه. لیس که مثلهی خداوند دیده نمیشه. لم تدرک کل ابصار، نه در قیامت نه در دنیا، چون جسم نیه که دیده بشه. الذی غسلت الاوهام عن ذاتیتک، به ذات خداوند عقل انسان پی نمیبره که چی هست. و هیچ چیز از علم خدا پنهان نیست. لا یعزب عن علمه شیء و هو به کل شیء محیط. این بخش اول که خدا خیلی خلاصه عرض کردم، تقریبا 5-6 صفحه حضرت توصیفات خداوند بیان میکنن. بله. اما پیامبر رو چه رقم بشناسیم؟ 4 صفت حضرت در این دعا برای پیامبر بیان فرمود. فرمود رب صل علی محمد و آل محمد المنتجب المصطفى المكرم المقرب. 4 صفت. اول فرمود منتجب. منتجب رو لغوی ها گفتن نجیب الفاضل من کل شی، از هر چیزی او
شاخص اون رو میگن نجیب. مثلا از بین یک چند تا گل باشه منه. یک گل بسیار زیبا میگن این نجیبه، یعنی برتره، فاضل و برتری داره، میگن نجیب. پیامبر منتجبن، یعنی برترین مخلوق عالم هستی هستن. کسی از پیامبر برتر نیست. ائمه ما بعد از پیامبرن علیه السلام، هرچند نور واحدن و حضرت امیرالمومنین نفس پیامبر هست به طبق صریح قرآن، اما مقام پیامبر برتر هست. فرمود المصطفی، مصطفی فرمود صفوه، یعنی الخالص من کل شوب. صفوه صافی مصطفی و کسیه که از هر کدورتی، از هر چیز ناخالصی خالصه. شما فرض کنیم یک آب، یک آب بگیم آب صافی، آب زلاله، یعنی هیچ چیز افسودنی نداره، مثل عشق چشمه من. یا عسل رو میگیم عسل صافی. پیامبر از هر چیزی که نام او نام آلودگی باشه، شرک باشه، بد اخلاقی باشه، کوتاهی باشه، جهل باشه، خالص و پاک، زلال و پاک هست. آجاقا مقدار وقتمون کم هست، 3 دقیقه بسیار وقت نداریم. پس من یک اشاره بکنم. بله. بفرمود که المکرم، مکرم هم که معنی او کسی که عزیز و نفیس و شریفه، شریف است. و المقرب کسی که به درگاه خداوند مقربه. نسبت به امام هم اشاره بکنم در حد 1 دقیقه که فرمود معرفت امام بفرمود رب صل علی اطائب اهل بیته، بر اهل بیت پیامبر درود فرست. الذین اخترتهم لامرک، همونه که تو انتخاب کردی، یعنی انتخاب خدای خدا. برای امر تو هدایت مردم. بعد نسبت به امام زمان حضرت فرمود که اللهم انك ايت دينك في كل اوان، به امام خدای تو در هر زمانی از تاریخ یک امام داشتی که دین تو تایید کنه، تایید کنه بانه. به مردم بیان بکنه و حفظ کنه، مردم حفظ کنه. و در عصر ما امام زمان حضرت به اشاره کردن و گفتن برای امام زمان دعا کنید. فرمود وافتح له فتحا يسيرا، خدایا گشایش بده به امام زمان، فرجش برسان. آخرین نکته که اشاره کنم که خیلی خلاصه باشه، فرمود اللهم صل على اولیائهم المقرین به ما، خدای به او پیروان اهل بیت که مقرن به مقام اهل بیت درود بفرست. المتبعین من هم پیروی میکنن، المنتظرین ایام، اونایی که منتظر فرجن. چقدر فرصت داریم؟ کوتاه درده. خب ما همین انتظار فرج بله. که از وظایف ما در عصر غیبت اشاره کنم. انتظار فرج یعنی چی؟ خب آقا 3 دقیقه وقت داریم دوستان. خب. همکارا گفتن که 3 دقیقه میتونیم پس میگه شما بله. انتظار فرج یعنی چی؟ چون در اصل غیبت آقا فرمودن که از خداوند طلب ایر بکنیم که خدای ما رو از منتظرین قرار بدیم. و در روایت داریم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودن انتظار الفرج من اعظم الفرج، خود انتظار فرج از برترین فرجهای، از برترین عباداته. چی رقم انتظار او از افضله. همه که ما دعا کنیم و بعد هیچ کار نکنیم منه. یک بزرگوار تعبیر بسیار زیبایی میکند، نه خدا توفیق بده ایراد بتونم خوب باز بکنم، میگفت مراد از انتظار فرج اینه که انتظار فرج برای اسلام داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی منتظر روزی باشیم که خداوند احکام اسلام را در جهان گسترش بده، عقاید اسلام را حقیقی در جهان پخش بکنه، اخلاق اسلام را در جهان پخش بکنه، مکارم و فضائل اخلاق را پخش بکنه. خب ما که منتظریم در جهان عقاید اسلام پخش بشه، احکام اسلام پخش بشه، حلال و حرام اسلام پخش بشه، اخلاقش پخش بشه، یعنی چی؟ یعنی وقتی منتظرم باید از خود شروع کنم. مگه منتظرم در جهان اخلاق دینی پخش بشه، بعد اخلاق خودم رو دینی بسازم. یعنی من خودم او کسی که منتظر فرج هست، یک از وظایفی که داره و یک از کارهایی که باید انجام بده اینه که از خودش شروع کنه و خودش یک اخلاق دینی و یک اخلاقی که نیازمند ظهور آقا امام زمان هست برای خود بسازه، تا این به ظهور امام زمان نزدیک بشیم و یک از وظایف ما در زمان ماشا. انتظار است. از این یک قدم بالاتر خود بسازیم و ای که بگیم خب حالا امام زمان تشریف بیارن چیکار میشه؟ دیگه جهان
بر اساس عدل میشه. بله. یعنی عدل گسترش پیدا کنه. پس من از خودم شروع کنم عدل همه حال در خود ایجاد کنم، چون دوست دارم که برای اسلام گشایش بشه دیگه. بله. پس من سعی کنم از خودم شروع کنم عدلی که اون زمان بنا است برقرار بشه. من از حال فرض کنم اسلام ای فرد شروع شده، از خودم شروع کنم عدل ایجاد کنم. در زمان ما زمان چیکار میشه؟ اخلاق گسترش پیدا اخلاق از خودم چیکار کنم؟ شروع کنم عقاید خود بسازم، حلال و حرام، بعد به حد توان از خانواده خود، فامیل خود، محیط خود، در حد توان. یه وقت امکانات کسی هست میتونه دست او باز هست دست دیگران را هم بگیره، چون میگن در زمان ما زمان فقیر باقی نمیمونه. بله. پس من اگه میتونم همون چیزهایی که در اصل ظهور بنا هست انجام بشه، من که منتظر او فرج هستم، در اصل غیبت اونا رو در خودم پیاده کنم. او وقت پیامبر فرمود که اگر کسی با این توصیفات منتظر باشه، ای افضل از تمام افراد کل زمان هاست. ممنون از صحبت مقبول شما، امیدوار هستم که بینندگان عزیز استفاده لازم برده باشه و در این شب روز عرفه ما را از دعای خیرتان فراموش نکنیم و برای فرج امام زمان دعا کنیم و تلاش کنیم که از منتظر، همینجور که حاج آقا گفتن، از منتظران واقعی امام زمان علیه السلام باشیم. شما را تا برنامه بعد و به وقت بیداری دیگه به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدارتون.